سلام، به این صفحه دوی ویژه خوش آمدید. حسن روحانی پیشنهاد بوریس جانسون که خواسته بود طرح ترامپ جایگزین برجام شود را رد کرده. او امروز در جلسه هیئت دولت به قدرت‌های اروپایی هشدار داده که ممکن است سربازان اروپایی در خاورمیانه با خطراتی روبرو شوند و ادامه داد اعتمادی به اروپا برای اینکه جلوی ترامپ بایستد ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به اروپایی‌ها گفته آمریکایی قلدر است و آنها نباید به حرف او بروند. اروپا بعد از اینکه ایران اعلام کرد از همه تعهدات برجامیش عقب می‌کشد، دیروز سازگار رفع اختلاف را آغاز کرده. این در حالی است که بریتانیا، یکی از سه کشور اروپایی که در برجام حضور دارند، حالا به دلیل خروج از این اتحادیه قصد دارد به آمریکا نزدیک شود. گرچه هنوز به طور رسمی اروپا به دنبال حفظ برجام است، اما در عمل تا کجا اراده و قصد حفظ برجام را دارد؟ سازوکاری که اروپا برای رفع اختلاف آغاز کرده چه سرانجامی را برای برجام رقم می‌زند و اساساً برجام در این روزها که خبرهای بسیار مهمتری روی آن سایه انداخته چقدر اهمیت دارد؟ در برنامه امروز دو مهمان داریم: محسن صلح دوست، پژوهشگر روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه کوینزلند از بریزبن استرالیا با ماست، و اینجا در استودیو آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. آقای آرامش، اول از شما بپرسم، به نظر شما این که اصلا راجع برجام صحبت میکنیم الان، به نظر شما مهم برجام؟ مهم هست، ولی خب مسئله الان خیلی مشکل از این درشت‌تر و مشکلات به قول معروف جدی‌تری هست. فعلا آمده خونه آتیش گرفته، موقعی که منزلی آتیش گرفته فعلا در مورد لوله کشیش و ارزم بزرگ شما خرابی زیرزمین‌ها نمیشه صحبت کرد، ولی این آتیش رو باید خاموش کرد. الان استکاکات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به حدی رسیده که در حد آتش سوزی شده، به همه آتش هم پراندن. به خاطر همین حالا سر قضیه برجام یک بحث جدایی است، ولی از اون طرف این رو هر دو طرف، هم ایالات متحده به عنوان اهرم فشار استفاده کرد از برجام کشید بیرون آقای ترامپ، و هم جمهوری اسلامی اون رو به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، میگه اگه اینو نگیرم من از فلان و فلان تعهدم سرباز میزنم یا اینکه گام در رو باز میذارم برای غنی‌سازی اضافه. در هر صورت الان ولی به جز یک اهرم فشار چیز بیشتری نیست. و دوم اینکه بدون ایالات متحده، حالا چه درست چه غلط که ترامپ از این کشید بیرون و خلاف تعهداتش عمل کرد، ولی بدون ایالات متحده برجام نیست. آقای سلطان، نظر شما رو هم بدونیم. من موافق هستم. به هر حال تنها کانال دیپلماسی که موجود بود بین ایران و طرف‌های اروپا و به صورت غیر مستقیم میشد پیام‌های هم رد و بدل کرد بین ایران و آمریکا، همین چارچوب برجام که متأسفانه ما اگر قرار باشه برجام رو از دست بدیم، به نظرم دیگه کانالی برای دیپلماسی باقی نخواهد موند که موارد خیلی مهم که تا به حال از این طریق صحبت میشد، به هر حال در کنار برجام موضوعات دیگه هم مطرح میشد، هرچند در چارچوب برجام نبود. و متأسفانه من فکر می‌کنم فقط منجر به بالا رفتن تنش و پیامدهای غیر قابل جبران بیشتری میشه. الان آیا در اون موقعیت هستیم، در موقعیت از دست رفتن برجام؟ چون به نظر میرسه علارغم همه صحبت‌هایی که ظرف یکی دو روز گذشته در مورد شروع این ساز و کار شنیدیم و حرفایی که حسن روحانی زده، آقای ظریف زده، همینطور بوریس جانسون، باز انگار که همه اینها دنبال راه و روشی هستند برای اینکه برجام رو حفظ کنن. شما هم همینطور فکر می‌کنید آقای سلطوس؟ ببینید، دو تا دیدگاه به نظر من میشه داشت. دیدگاه خوشبینانه که بگیم میخوام برجام حفظ بشه و با حضور آقای جوزف بورل، اگر که این قوت بیشتری داره که بتونه برجام رو حفظ بکنه و احتمال داره که به عنوان مثال اینا بخوام برجام رو حفظ بکنن تا زمان انتخابات بعدی در ماه نوامبر در آمریکا، و به نوعی بخوان به آمریکا نشون بدن که خب هم با آمریکا به هر حال به عنوان متحد خودشون هم نظر و هم عقیده هستن در مورد اعمال فشار به ایران، اما همزمان نمیخوان ملحق بشن به اون سیاست فشار حد اکثری آمریکا. اما در این بین خب اگر نگاه بدبینانه هم داشته باشیم، این فعال کردن مکانیزم حل اختلاف برجام میتونه ایران رو به مجددا به فصل 7 سازمان ملل ببره، در شورای امنیت دوباره مطرح بشه این پرونده، و در مواقع حساس هستش که ما ممکنه متأسفانه حمایت روسیه و چین رو هم نداشته باشیم. باز همونجور که خدمتتون عرض کردم، اگر خوشبینانه فکر بکنیم روسیه و چین ممکنه مانع تحریم‌های بیشتر بر علیه ایران بشن، ولی در مواقع حساس دیدیم که به هر حال این دو کشور هم منافع خودشون رو در نظر گرفتن و ممکنه باز پیامدهای خیلی بدتری برای ایران داشته باشه.
من فکر میکنم هر دو نگاه میشه گفت احتمال مساوی معتبر هستش که آیا واقعا باعث کم شدن تنش ها بین طرفین بشه یا باعث اضافه شدن تنش ها بشه. راجع به این 10 ماه جالب هست صحبت بکنیم، با توجه به اینکه امروز هم آقای ظریف به این 10 ماه اشاره کرد، گفت چرا ما با آمریکا وارد یک مذاکره بشیم که 10 ماه بیشتر قرار نیست در واقع دوام داشته باشه. صحبتش در واقع بازگشت آقای ترامپ یا بازنگشتن او در واقع به کاخ سفید هست. به نظر میاد که ماهاست در ایران این نگاه وجود داره که آقای ترامپ بر نمیگرده به کاخ سفید. آیا آرامش فکر میکنید چقدر این نگاه واقعی هست با توجه به شرایطی که الان داره در آمریکا میبینید؟ هیچ کس نمیدونه که انتخابات چه خواهد شد. ببینید شب قبل از انتخابات پارسال بنده خودم صبحش در شبکه مختلف به انگلیسی گفتم که امشب فلان نه انتخابات 2016 خود ریاست جمهوری خانم کلینتون نه تنها در نظرسنجی های ایالتی و در نظرسنجی ملی بالاتر بود، ما فکر کردیم حزب دموکرات با یک اکثریت مطلق در سنا در مجلس نمایندگان و خانم کلینتون یه ایالتی هم خواهد برد که سال‌ها سال دموکرات‌ها نبردن. دقیقا برعکس این شد. درست که ایشون رأی بیشتر آورد 3 میلیون، ولی از لحاظ قوانین بازی ایالت های ویسکانسین، پنسیلوانیا، میشیگان که همیشه سب آبی آبی بودن رو با دموکرات ها باختن. خب هر کسی که از حالا تا موقع میخواد تخمقاش روی یک دونه از سبدی بگذارد که انتخاب شدن یا نشدن آقای ترامپ، داره اشتباه بزرگی میکنه. همین اشتباه هم شاید بگم دفعه پیش کردن، موقعی که آقای به خیلی جمهوری اسلامی اون غنیمت نشمرد داشتن یک رئیس جمهوری که خیلی انعطاف پذیر بود در مقابل جمهوری اسلامی و کلا در مورد اینکه میخواست واقعا یک کار نوعی انجام بده، اونم آقای اوباما و حتی دموکراتای دیگه هم انقدر نمیخوام، خانم کلینتون هم میومد سر کار به این نرمش نشون نمیداد، غنیمت نشمرد اون موقع. یکم. دوم، اولین سه‌شنبه نوامبر انتخابات سراسری همیشه برگزار میشه بر اساس قانون. از حالا تا اون موقع 1001 اتفاق میتونه بیفته. یک. دوم، سیاست خارجی معمولا فاکتور خیلی مهمی نیست، مگر اینکه جنگ بزرگی باشه. مثلا جنگ عراق یک فاکتوری بود، ولی معمولا نیست. سیاست خب داخلی هست. خب دقیقا همین مسئله جنگ رو بگیم، برای اینکه شاید همین مسئله اساسی الان در این شرایطی که میبینیم، آیا جنگ در واقع روی میز هست یا نه. آقای ترامپ به نظر میاد به خاطر نگرانی از اینکه رای دهندگانش چه فکر میکنن، این گزینه رو فعلا یک گزینه کنار دستی گذاشته. اما بعد از این 10 ماه اگر او برگرده به کاخ سفید، این ممکن هست که یک گزینه اصلی باشه. من فکر میکنم اینم باز گزاره نصف درست نصف غلطه. منم فکر میکردم که ایشون، خیلی فکر میکردم که ایشون بالاخره حد اکثر مایل هستش که با فشار و بعدم با صحبت با جمهوری اسلامی کنار بیاد، ولی بعد از کشتن قاسم سلیمانی معلوم شد که ایشون هزینه پذیره. هزینه ای که به مشاورین ایشون در مقابل گزینه کشتن سلیمانی بهشون ارائه داده بودن خیلی بالا بود. حالا درسته که شانس آورد و بالاخره بعد از سلیمانی کشته شد. جمهوری اسلامی اونقدر این وسط خرابکاری کرد که حالا توپ کاملا افتاده زمین اونها، ولی آقای ترامپ از یک طرف نشون داد که موقعی سر به زنگا هم میتونه خودش خیشتنداری نشون بده و همه رو سورپرایز و شگفت زده بکنه، و از اون طرف هم یک دفعه بدون هیچ اطلاعی بیاد یکی رو بزنه در بغداد، قاسم سلیمانی، و کسی که انقدر به بزرگترین مراکز قدرت در ایران نزدیک بوده. به خاطر همین به نظر من اینکه بخوام جمهوری میگم جمهوری اسلامی بخواد تخمقاشون یک سبد بذاره به اینکه انتخاب نمیشه یا جنگ نمیکنه، ایشون آدم غیر متعارفی است، غیر قابل پیش بینی، و این یک برگ برنده بزرگ و یک برگ بازنده بزرگه. به خاطر همین نباید گفتش که بدون شک ایشون حمله نظامی نخواهد کرد. راجع به این سیاست فشار حداکثری صحبت بکنیم. آقای سولدوس، آقای ترامپ بارها تاکید کرده که قصدش فشار حداکثری بر ایران هست. با توجه به اون چی که الان روی زمین میبینیم، آیا این سیاست موفقی بوده؟ ببینید، اگر این هدف از این سیاست فشار حداکثری رو اگر بخوایم افزایش تنش و بالا بردن احتمال رویارویی نظامی فرض بکنیم، بله ایشون سیاست فشار حداکثریش موفق بوده. اما اگر چیزهایی که تا به حال عنوان کردن به عنوان مثال تغییر رفتار ایران، مذاکره مجدد با آمریکا، یا عدم حمایت ایران، قطع حمایت ایران از گروه‌های نیابتی در منطقه، خیر، به هیچ دستاوردی نرسید آمریکا از این سیاست فشار حداکثری. نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه پیامدهای زیادی هم داشته. این وسط یه عده زیادی از مردم عادی ایران قربانی این سیاست فشار حداکثری شدن. از طرف دیگه خود آقای ترامپ در کنگره با مخالفت‌های بسیار جدی روبرو شده. به عنوان مثال می‌بینیم صحبت در مورد محدود کردن اختیارات ایشون برای شروع همین جنگ با ایران داره مطرح میشه، قانونی تصویب بکنن که اختیارات ایشون محدود بشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم دستاورد چندانی داشته باشه، مگر اینکه هدف از این سیاست فشار حداکثری، همونطور که خدمت عرض کردم، بالا بردن تنش و احتمال رویارویی نظامی مد نظر آمریکا باشه.
با این حساب آیا فکر میکنید که اروپا اون نقشی که باید رو بازی میکرده؟ ایران بسیار دلخور هست از شرکای اروپایی برجام، میگه اونها کارهایی که لازم بوده نکردن. آقای روحانی امروز خیلی تند گفت شما در مورد هیچ کاری، هیچ تعهدی که با آمریکا ازش خارج شد کاری نکردید، چه برسه به برجام و ما هیچ امیدی به شما نداریم. فکر میکنید اروپایی ها کاری ازشون بر میومد و نکردن، یا اینکه با توجه به فشار آمریکا و اون نقشی که آمریکا در اقتصاد بین المللی داره نمیتونستن اصلا کاری بکنن؟ ببینید به نظر من رویکرد اروپا رو باید با توجه به دیدی که کشورهای اروپایی به منافع ملی و منافع منطقه‌ای خودشون دارن بهش نگاه بکنیم. اینو نباید به عنوان ضعف یا انفعال اروپا در نظر بگیریم. به هر حال در مواردی بوده مثل تعرفه‌های گمرکی و یا موضوع ناتو، اروپا سعی کرده در مقابل آمریکا به هر حال یک موضع قدرتمندی رو اتخاذ بکنه. اما در رابطه با ایران به نظر من به این نتیجه رسیدن که خب قرار نیست سیاست و منافع سیاسی و اقتصادی خودشون رو بخوان فدای منافع سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه بکنن. طبیعی هستش که اروپا هیچ وقت نخواهد خواست که اون به هر حال اقتصاد و روابط تجاری که خودش با آمریکا داره رو فدای کشوری. خب پس ایران بازنده این تصویر هست با این چیزی که شما میگید، ایران نمیتونه هیچ شانسی برای خودش قائل بشه، چون در نهایت برای قدرت آمریکا روشن هست و وضعیت هم اینجوری که در زمین میبینیم، باید بگیم ایران پس بازنده است. من موافق هستم که ایران نباید به این امید باشه که اروپا بخواد برای ایران کاری بکنه. کاری که ایران باید بکنه به نظر من شاید بهترین حرکتی که میشد انجام داد زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد، ایران هم باید از برجام خارج میشد. البته این باید مکمل حرکت دیگه می بود، باید ایران همون نقشی رو که همون کاری رو که آقای کیم جونگون در کره شمالی انجام داد، همین کار رو با آقای ترامپ انجام میدادن. ببینید الان نتیجه دو تا رفتار متفاوت رو ما بین کره شمالی و ایران میبینیم. آقای کیم جونگون یک برگه یک صفحه‌ای که نصف اون صفحه هم امضای آقای ترامپ بود، در حقیقت هیچ چی به عنوان توافق هسته‌ای نبود، با آقای ترامپ امضا کرد، منتها در این وسط وقت خرید، برنامه هسته‌ای خودش رو ادامه داده، سایه جنگی که در اوایل خیلی بیشتر بود تونست از کره شمالی دور بکنه. اما در عوض ما دیدیم که ایران به امید این که شاید بتونه این سازگار اقتصادی با اروپا رو فعال بکنه، مدام هی در برجام موندن و مدام امتیاز از دست دادن. به نظر من اگر که ایران بله فرق عمده ای هست موقعی که بحث بین ایران و کره شمالی. اولا که کره شمالی با مردم رو داره، به خاطر این خیلی برگ برنده محکم‌تریم داره، خطر حمله نظامی از سرش کلن خونساست. یکم. دوم، کره شمالی فرق بزرگش با ایران اینه که در منطقه هی تهدید به نابودی اسرائیل نمی‌کنه، اونم یک بحث ایالات متحده خیلی سر این قضیه حساسه. و سوم، کیم جونگ اون با اینکه یک خدایگونه هست و خودش رو فرزند خداوندگارها میداند، اما برخلاف آقای خامنه‌ای حاضر بشینه سر میز با آقای ترامپ و دست بده و بالاخره حرف اون به عنوان رأس نظام خودش حرف اون هست، نه اینکه بالاخره دستن در کار نظام مثل ظریف یا روحانی رو بفرستن این ورون بر و قولهایی بدن که برام نمیتونن نگه دارن. سه تا فرق عمده است. بم رو داره، یعنی اون جور بازگیرنده رو داره. هیچ وقت این اتفاق در مورد ایران نخواهد افتاد، به خاطر اینکه خب این فکر نمی‌کنه ایران تشویق می‌کنه که بره به سمت بمب. خب متأسفانه درگیر نظامی رو ایجاد می‌کنه. من بعید می‌دونم که هیچ رئیس جمهور آمریکایی بخواد که بعد از اینکه از کار رفت بگن که در تحت لوای تو بود که یک همچین اتفاقی افتاد، و از اون طرف هم اسرائیل ساکت نمیشینه. این دوتا رو شما بحث کره شمالی که میکنید اونور خیلی با این قضیه فرق میکنه. به اضافه این که جمهوری اسلامی نه تنها هنوز ندارد، بلکه جمهوری اسلامی صادرات انقلاب هم میخواهد بکند، بعد مذهبیش هم از کره شمالی به غیر از خودش با کسی دیگه کار آنچنانی ندارد. میخواید آقای سرسوس اگه جوابی به این نکته بدید بفرمایید، بعد من میخوام بحث رو برم جای دیگری. بفرمایید. حتما. ببینید تو سه موردی که مطرح کردن، من با دو موردش موافق نیستم، با مورد آخر موافق هستم که بله آقای کیم جونگون خودش تصمیم گیرنده نهایی در سیاست خارجی است. اما اینکه آیا بمب اتمی کره شمالی خاصیت بازدارندگی داره، خب ایران هم با توسل به همون گروه های نیابتی که در منطقه داره یک درجه از بازدارندگی رو تونسته تا به حال به وجود بیاره. شاید به اندازه یک بمب اتمی نیست، ولی به هر حال میتونه یک درجه از بازدارندگی رو به وجود بیاره. اینکه در منطقه کره شمالی خب مسلم است که اصلا نزدیک اسرائیل نیست که بخواد اسرائیل رو تهدید بکنه، ولی همسایه های خودش مثل ژاپن، کره جنوبی، اینا ها تا به حال تهدید کرده به موارد مشابهی که ایران تهدید کرده که اگر مورد حمله قرار بگیره اسرائیل رو هدف قرار خواهد داد. کره شمالی هم دقیقا همین تهدیدات رو کرده. تنها مورد تفاوتی که من موافق هستم بین رویکرد ایران و کره شمالی همین هستش که
آقای کیم جونگ اون خودش تصمیم گیرنده نهایی بود و خودش تصمیم گرفت به نظر من با زیرکی تمام با آقای ترامپ کنار بیاد، حالا یکی دوتا عکس بگیرن و فعلا مسئله رو همینجور معلق بذاره و آقای ترامپ رو در شرایطی قرار بده که دیگه نتوانه حرفهای خودش رو دوباره برگردونه که آیا کره شمالی خوب هست بد هست یا میشه باهاش به توافقی رسید یا خیر. من میخوام با توجه به اینکه الان روی بحث کره شمالی هستیم و بحث گفتگو، این رو یه مقدار بیشتر باز بکنیم. میدونم که الان خیلی به نظر عجیب میاد وقتی که فضا اینقدر متشنج هست بگیم که گفتگویی آیا در جریان ممکنه باشه یا راههایی برای گفتگو ممکنه هست باز باشه یا نه. به نظر شما های آرامش هیچ منفذی برای گفتگو باز شده؟ اگر هست این منفذ کجاست؟ من فکر نمی‌کنم طرف ایرانی سر میز مذاکره بیاد، به خاطر اینکه الان هم از لحاظ به قول معروف حیثیتی براشون مشکل ایجاد شده. همین که از زمانی که ترامپ از برجام کشید بیرون آمریکا صحبت کرده، آمریکا شد سم، حالا که سلیمانی هم زدن کشتن. مستقیم نه، غیر مستقیم چه؟ غیر مستقیم میشه، چرا که نه، غیر مستقیم خواهد شد، ولی اونم مقطعی. من هیچ وقت فکر نمی کنم که اون علم آمریکا ستیزیش رو آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی کنار بگذارن. اگر بگذارن یک بخش بزرگی از خواستگاه اجتماعیشون رو که در سر به زنگاه سر برجام نذاشتن. نه مرگ بر آمریکا رو کجا نشن، سفارت آمریکا باز نشد اونجا بالاخره یه مدتی. نه منظورم مثلا همون سر فقط هم سر قضیه مسئله فقط هم سر قضیه هستی همون سر میز سر قضیه موشکی، سر مداخلات در منطقه، نقش ایران در منطقه در منطقه، اینها هیچ کدوم مذاکره نکردن و یک بخش شکننده این بحث هم این بود که میگفتن که خب آقای اوباما تونست، خیلی هم بر این عقیده بودیم که اگر جمهوری اسلامی به قول معروف یک هویج جلوش بندازی یا یک حالا اینو من به خودم ترجمه کردم یونجه تر درفش داغ یا بعضی موقع درفش داغ کار میکنه بعضی موقع یونجه تر، حالا اینجا شما دو تا هویج که جلو اینها میندازید درست کار کردن، اما رفتار رو برعکس برخلاف آنچه که ما انتظار داشتیم رفتار جمهوری اسلامی رو عوض نکرد هیچی. موقعی که احساس امنیت کرد در مورد مسئله برجام حتی دست به رفتارهای تندتر هم زد. یکم دوم مسئله اصلی اینجا فقط مسئله هسته‌ای نیست، مسئله هویت و ماهیت یک حکومتی است که از لحاظ منافع ملیش و منافع امنیتیش کاملا سر تضاد داره با منافع امنیت و ملی ایالات متحده و متنش در منطقه. و سوم اینکه این هویتش هست، میدونید همون قدری که در داخل جمهوری اسلامی حجاب زوری هویت نظام هست، اون بخواد بگیره و ازش کوتاه بیاد خیلی از طرفدارانش ازش به قول معروف منقلب و ناراحت میشن، ضد آمریکایی بودنش، آمریکا ستیز بودنش هم بالاخره این همه گروه های مختلف در منطقه علم کرده زیر بیرق ایران، زیر بیرق آمریکا ستیزی، اصلا به قول معروف ریزش خواهد داشت. الان این بحث ده ماه رو چطور میبینید؟ خیلی میگم چون امروز خیلی بهش اشاره شده و صحبت این هستش که این سازوکاری که اروپا الان کلیدش رو زده سازوکاری هست که میشه تمدیدش کرد و بعضی از تحلیلگران میگن شاید این در واقع فرصتی هست برای ایران و اروپا برای اینکه وقت بخرن ببینن بعد از این ده ماه چه اتفاقی میفته. آیا فکر میکنید در این تصویر هم میشه تصور کرد که در پس صحنه داره اتفاقاتی میفته، مذاکراتی صورت میگیره؟ آقای سلدوست ببین من در مورد اینکه آیا ایران مذاکراتی خواهد کرد از این به بعد یا در سیاست خارجیش چه نوع تصمیم خواهد گرفت خیلی موافق نیستم که این ساده انگارانه بخوایم بگیم مثلا سیاست خارجی جمهوری اسلامی منبعث از اون هویت ایدئولوژیکش هست. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به هر حال وزنه‌ها و قدرت‌های متفاوتی وجود دارن. برخی از این قدرت‌ها به سمت عقل‌گرایی و واقع‌گرایی میرن، اتفاقی بود که سر برجام افتاد. در طرف مقابلش ما وزنه‌هایی داریم که بیشتر متمایل به سمت ایدئولوژی و یا همون هویت مذهبی که مهمانتون اشاره کردن میرن. در حال حاضر به نظر من طبق این صحبت‌هایی که ما شنیدیم متأسفانه اون قدرت ایدئولوژیک و مذهبی به اون قسمت خردگرایی و عملگرایی دستگاه دیپلماسی ایران می‌چربه. صحبت‌هایی که در 24 ساعت گذشته کردن متأسفانه دیدیم که شروع به بیشتر زبان تهدید استفاده کردن به جای اینکه به فکر منافع ملی کشور باشن، بیشتر اون قسمت ایدئولوژیک و مذهبی بود که به نظر من میچربید به صحبت‌های واقع‌گرایانه و یا اون عقل‌گرایی که قبلا در وزارت امور خارجه دستگاه دیپلماسی ایران می‌دیدیم. اینکه در این ده ماه آیا بتونن کاری بکنن یا نه، ببینید این دستگاه دیپلماسی ایران به نظر من به هر حال وابسته به یک اتفاقاتی هست که در داخل هم اتفاق می‌افته. الان صحبت‌هایی که میشه از تریبون‌های مهم، به عنوان تریبون نماز جمعه، صحبتی که در مورد سفیر انگلیس شد،
تجمعات اعتراض آمیزی که ما در مقابل سفارت انگلیس میبینیم. اگر از اون خطاهایی که در گذشته اتفاق افتاد به عنوان مثال تسخیر سفارت انگلیس مجدد اتفاق بیفته، من فکر نمی‌کنم این ده ماه هم واقعا امیدی بشه داشت به اینکه اتفاقی مذاکره چه به صورت مستقیم و یا چه غیر مستقیم اتفاق بیفته. خب شده شما اشاره کردید به قضیه سفیر بریتانیا که حالا فعلا از ایران خارج شده، اما این بحث برگزیت بریتانیا و نقشی که بریتانیا از این به بعد خواهد داشت با توجه به اینکه آقای جانسون روشن هست که میخواد که به آمریکا و دونالد ترامپ نزدیک‌تر باشه، و از طرف دیگه ما آقای مکرون رو داریم که به روشنی در خیلی از چیزها مخالف نظر آقای ترامپ رو ابراز کرده و مشخص هست که با هم یه تضادهایی دارن. به نظر شما آقای آرامش، آیا میشه این دوگانه رو به نوعی به نفع ایران دونست؟ آیا ممکن هست که این راهی رو باز بکنه برای ایران؟ نمیدونم، من در مورد به خصوص اون بدبستان‌ها و جزئیات سیاست داخل ایران اون اطلاعاتی که باید داشته باشم ندارم، ولی کاری که خواهد کرد اینجا عملاً به صورت نیابتی آقای بوریس جانسون و بریتانیا میشن پیامبر یا پیامبر که نه پیغامگیر یا پیغامگذار یا حالت میانجی بین ایالات متحده و یعنی اون پیغام ایالات متحده اونها به اروپا یا خواهند آورد. منم بعید میدونم که آقای جانسون بتونه به عنوان یک آدم معتمد و قابل اعتماد برای جمهوری اسلامی نقشی بازی بکنه. زمانی که بریتانیا بودن، زمان آقای کامرون، این مشکل بود دیگه، چه برسه الان به بوریس جانسون که خب خیلی سیاست‌های تندتری داره. ولی آقای مارکون در فرانسه و خانم مرکل در آلمان، اینها میتونن نقش میان روتری بازی کنن و میتونن نقشه، ولی میگم همه این حرفا جدا، من خیلی بعید میدونم اینا سر این مسئله بخوان دوباره سر میز مذاکره بیان. یکم و دوم، برجام بدون ایالات متحده به چه دردی میخوره؟ موقعی که شما میتونید تمام تحریم ها و فشار ها رو بیارید، خب اسمش هم عوض کنید، ولی برجام حالا با ترامپ یا بی ترامپ بدون ایالات متحده چه برجامی است؟ برداشت شما این هستش که ایران به سمت رویارویی بیشتر حتی با اروپا پیش میره با این حساب؟ اگر نخوان سر میز مذاکره با آمریکا یا بشینن، چه موقعی که شما نمیتونید حسابای بانکی استفاده کنید، بس تحریم های یک جانبه ایالات متحده انقدر هنوز داره فشار میاره، چه میتونن بکنن؟ یا باید قبول بکنن که دوباره نرمش و چی بود انعطاف قهرمانانه بکنن، یا اینکه نه، ولی دوباره اگر بدونه بیخوان سر میز مذاکره بشینن و هر قرارداد یا معاهده ای رو بخوان امضا بکنن بدون حضور ایالات متحده، این کارو بکنن با توجه به اینکه دفعه قبل این اتفاق افتاد؟ اینم سوال خیلی خوبیه، ولی دو تا گزینه شما اینه که نیان سر میز مذاکره و آش از اینم شورتر بشه، یا اینکه بیان سر میز مذاکره به احتمال اینکه یکم آش شورش کمتر بشه. من ترجیح میدم که اون احتمال رو بپذیرم و یکم شوری آش کمتر بشه، ولی سر میز نیان همین آش است، همین کاسه. آقای سلطوس، نظر شما چیه؟ من موافق هستم. به هر حال ببینید، در شرایط کنونی به نظر من همون کاری که آقای کیم جونگ اون انجام داد میتونه الگوی خیلی بهتری باشه برای تصمیم گیران سیاست خارجی تا اون چیزی که تا به حال ابراز کردن به عنوان مواضع رسمی. خب من یه سوال دیگه بپرسم. با توجه به اینکه الان از این تصویری که ما تا چند هفته پیش داشتیم آقای سلیمانی حذف شده، آقای سلیمانی گفته میشد که معمار سیاست خارجه ایران در منطقه است و خیلی وقتا تضاد او رو با سیاست خارجه در وزارت خارجه میشد دید از وقتی از به عنوان ناظر نگاه میکردید، آیا حذف او کمکی میکنه به این داستان؟ من فکر نمی کنم اساسا حذف یک نفر از سیستم تفاوت چندان ایجاد بکنه. خب آقای سلیمانی حذف شده، ولی به هر حال جانشین ایشون همیشه کنار ایشون بوده و همپای ایشون بوده. آیا واقعا سیستم حالا دوباره از جانشین ایشون هم میخواد که دقیقا همون مواضع آقای سلیمانی رو داشته باشه یا مواضع نرمتری داشته باشه، یا اصلا وارد مواضع سیاست خارجی نشه یا نه؟ اینا هنوز ما ندیدیم که آقای قاهانی دقیقاً چه موضعی رو ابراز خواهد کرد و یا به چه سمت سوی خواهد رفت. خب به عنوان آخرین سوال اینو میپرسم، از هر دوی شما میخوام بپرسم، به نظر شما آقای سلطوس، برجام از دست بره برای طرف غربی چه اهمیتی داره؟ اگر که کلان بگیم دیگه برجام از فردا نیست. به نظر من اگر برجام از بین بره، یک بازی باخت باخت هست برای هر دو طرف. آخرین کانالی که از طریق اون دیپلماسی انجام میشد، حالا در هر زمینه میشد گفتگو کرد، چه با اروپا چه با آمریکا، همین برجام بود. و متاسفانه من فکر میکنم از دست رفتن برجام باعث رادیکال کردن واکنش‌های ایران در منطقه و در دنیا خواهد بود. ایران قطعا به سمتی خواهد رفت که به هزینه این از بین رفتن برجام رو برای اروپایی‌ها بیشتر بکنه. این ممکنه به عنوان مثال با خروج از NPT باشه، با گسترش برنامه تسلیحاتی ایران باشه، با باز کردن مرزها برای سیل آوارگان و پناهندگان به سمت اروپا باشه،
بعد از پیامدهای زیادی خواهد داشت که خب این یه بازی باخت باخت برای هر دو طرف خواهد. آقای آرامش، به نظر شما آیا در آمریکا دموکرات‌ها ممکن است کاری بکنن جلوی این روند رو بگیرن؟ خب باید انتخابات اول ببرن. اگر انتخابات بردن، بله، الان از دو مجلس فقط نمایندگان دستشونه. برجام کاملا قطع بشه، فشارها زیادتر خواهد شد، اروپا و امریکا و برای اونم استکاک نظامی. اسرائیل و ایالات متحده نمیشنن رو دستشون و گروه های نیابتی یا تمام دفاع موشکی و غیر و ذالک یک برای هیچ کس برش ترم خورد نمیکنه، به خاطر اینکه بمب اتم که ندارید مثل کره شمالی، حمله نظامی گسترده خواهد شد و اینم فقط دورش چشم مردم میره، به خاطر اینکه دفاعی نخواهند داشت، حکومت هم ساقط نمیشه، ولی بسیاری از زیربناها رو خواهند زد. متشکرم آرش آرامش و محسن صلح‌دوست و ممنونم از شما که با این صفحه دوی ویژه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.